سلام خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم برنامه نگاه روز. یکی دیگه از برنامه های نگاه روز رو من و همکارم حامد صدرا تقدیم حضورتون میکنیم. تیتر و عنوان برنامه امروز ما هست جمهوری اسلامی پس از تنفیذ حکم روحانی. در تاریخ پنجشنبه 12 مرداد حکم تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی با حضور خامنه‌ای برگزار می شود، همونطور که حتما در جریان هستید. به بهانه این مراسم نگاهی می اندازیم به اتفاقات بعد از انتخابات و کشمکش های درونی جناح‌های حکومتی. مهمان برنامه ما کیوان جاوید هست و در این باره لطف می کنه و به سوالات ما پاسخ می ده. کیوان جاوید سلام می کنم به شما. خیلی ممنون، سلام میگم، مرسی که دعوتم کردیم. خواهش میکنم. کیوان جاوید، اولین سوالم اینه که 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار شد. به نظرتون آیا این انتخابات تونست صفوف رژیم رو اونطوری که خودش ادعا میکنه مستحکمتر از قبل بکنه؟ البته خودش هم فکر نمی‌کنم بتونه چنین ادعای رک راستی بکنه. به هر حال یه مقدار به قول فرهنگ عامیانه خالی بندی‌هایی هست، ولی نگاه کنید اولین اتفاقی که افتاد، کاندید جمهوری اسلامی، کاندید خامنه‌ای در واقع، که این همه روش سرمایه گذاشته بودن، این همه نمی‌دونم با دادار دودور آورده بودن که بله ایشون میخواد کل جناح اصولگرا رو بسیج کنه و اون شکست خورد، یعنی شکست مفتزانه خورد. و اینطوری نیست که این یه اتفاق بسیار ساده ای بود در جمهوری اسلامی. مردم در انظار عمومی نشون دادند خامنه ای اون قدرت رو تو جامعه نداره که کسی رو بسیج کنه، حرفش خریدار نداره، جامعه علیه خط حاکم یا خط اصلی در جمهوری اسلامیه. ببینید خامنه ای نیروی مسلح داره، اقتصاد داره، سیاست خارجی داره، تمام اقتدار جمهوری اسلامی به خود به اصطلاح سرپا موندنش در واقع به خود خط خامنه ای بستگی داره، سپاه پاسداران داره، همه چیز. ولی مردم بالاخره اون بخشی که به هر حال شرکت کردن و بخش وسیعی هم شرکت نکردن، به هر حال اون بخشی که شرکت کردن به خامنه ای نگفتن و این شروع ریزش بیشتر در صفوف جمهوری اسلامی. اینطوری نیست که بعد از اون هر که داره کار خودشو میکنه، نشون میده که جمهوری اسلامی در انظار جامعه، در سطح بین المللی، در داخل خود حکومت فرو پاشیده بیش از گذشته و این هیچ ربطی نداره که خودشون چی میگن، همه میدونن و جامعه میدونه. و ببینید فشاری که از طرف جامعه بعد از همین انتخابات به کل جمهوری اسلامی اومده نشون میده که جمهوری اسلامی اون قدرت به انسجام داخلی رو دیگه نداره، هر کس از این بخش های حکومت دارن ساز خودشونه میزنن. بله، اما با توجه به صحبتاتون ظاهرا معتقدید که صفوف رژیم در هر صورت به هم ریخته تر شده بعد از انتخابات، اما آیا مگر غیر از اینه که به هر حال جمهوری اسلامی یک انتخابات پرتنش رو پشت سر گذاشت، استدلالتون چیه از اینکه صفوفش به هم ریخته تر شد؟ بله ببینید، خب ما انتظارمون این نبود که تو در دل این انتخابات اینا سرنگون میشن، یا جمهوری اسلامی از بین میره، یا حتما تو این روزها انقلاب میشه، یا جمهوری اسلامی بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی علیه هم جنگ مسلحانه میکنن، یا بخش مثلا اصولگرایان یا خامنه ای اعلام کودتا میکنه. خب اینا که نبود. چیزی که نشون میده اینا صفوفشون به هم ریخته هست اینه که بعد از انتخابات ببینید چه اتفاقی در درون خود حکومت افتاده. ببینید دعواهای داخل بین حکومت، ببینید روحانی و خامنه ای رو ببینید کجا وایستادن. شما حتی پیش از انتخابات ببینید یه اتفاقی میفته، اینا میان مناظره تلویزیونی میذارن بین دو بخش بالای حکومت که کسای از روز اول حکومت اینا با هم بودن. اینجوری نیست که یک کسی جدید از یه جای دیگه آورده در مقابل این داره از اون قدیمیه افشاگری میکنه. هر دوتاشون سازنده های جمهوری اسلامی هستن و رئیسی میگه من باورم نمیشد که روحانی با اینکه از اول انقلاب با این حکومت هست اینجوری بی‌محابا دست به افشاگری بزنه. افشاگری یعنی چی؟ یعنی پته همدیگر، دزدی‌های همدیگر، روابط همدیگر رو رو کردن.
و معلومه که اینا در دل این رو کردن ها به جامعه فرصت دادن علیه اینا بیشتر تعرض بکنن. جامعه الان تو هر تظاهرات و تو هر فعالیتی، تو هر نشستی، تو هر اعتراضی جامعه میگه که شما خودتون که دزدید، میلیاردها میلیارد دلار دزدیشون رو خودشون رو کردن و مردم از اون استفاده میکنن که نشون بده. میگه حق کارگر نمیدید، حقوق کارگر نمیدید، کارگر بیکار میکنید، معلمین رو به عنوان امنیت ملی بازداشت میکنید، کارگران رو باهاشون پلیس میارید علیهشون. همه اینا میگه که شما امکاناتش رو دارید برای اینکه شما دزدید، برای اینکه دزدی، اگه این دزدی ها نباشه شما نمیتونید این بلا رو سر مردم بیارید. به هر حال میخوام بگم فقط پیروز اومدن یعنی انتخابات پشت سر گذاشتن نتیجه اقتدار اینا نیست، نتیجه ضعف مفرط ایناست که اینا از دل انتخابات بعد از اون بیشتر به جون هم افتادن. بنابراین تشتت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات خیلی واضحه که بیشتر شده، احتیاج به تحلیل زیادی هم نیست سر این. بله، اما همونطور که گفتین و به هر حال قابل مشاهده است طبیعتا در جامعه، بعد از انتخابات از رئیسی به عنوان کاندیدای شکست خورده بگیریم تا احمدی نژاد، تا روحانی، تا خامنه ای، همه اینا به جون هم افتادن و مشغول نزاع هستن، مشغول نزاع‌های بعضن علنی و آشکار هستن. تحلیلتون چیه؟ به نظرتون دلیل این درگیری‌های علنی از طرف این جناح‌ها و این شخصیت‌ها چیه؟ دلیلش اینه که نمیتونن جامعه رو کنترل کنن. خیلی ساده همینه. دلیلش اینه که چهارشنبه های بیهجاب داریم، اینا قدرت سرکوبش ندارن. دلیلش اینه که یکی از سران سابق دولت به نام بقایی میاد میگه که سرنگونیتون نزدیکه. برای چی سرنگونی؟ چرا نمیتونن یک کسی که حکم سرنگونی جمهوری اسلامی رو میده رو بگیرن و ببندن و اعدام بکنن؟ برای اینکه در جامعه منتظرن که اینا به جون هم بیشتر بیفتن، جامعه بیشتر تعرض بکنه. تمام تشتت اینا، تمام پراکندگی اینا اینه که جامعه از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی به هیچ وجه جمهوری اسلامی رو قبول نداره و نه تنها فقط قبول نداره، خونه نشسته، قبول نداره و در اعتراضه. اعتراض فرهنگی، اعتراض سیاسی، اعتراض علیه فقر و بیکاری و نمیدونم علیه وضعیت گرانی، همه اینها باعث شده جامعه داره پیشروی میکنه. وقتی توی جنگ ببینید یه کسی داره یه تپه رو میگیره، یه گروهی داره میگیره، هر چی پیشروی میکنه طرف مقابل مجبور عقب نشینی بیشتر بکنه، صفوفشون پراکنده‌تر میشه و هر کس از یه طرفی میخواد فرار بکنه و هر کس مسئولیت شکست تو صف دشمن به عهده بخش دیگری داره میذاره. این وضعیتی که الان تو جامعه وجود داره. بله، اما در مورد آینده میپرسم، آیا ممکنه اتفاقی بیفته و حالتی پیش بیاد که این اختلافات به صورت تصاعدی مدام زیاد و زیادتر بشه تا جایی که حکومت قدرت سرکوب مردم و کنترل مردم رو از دست بده و توسط مردم به زیر کشیده بشه؟ آیا همچین امکانی وجود داره؟ به هر حال ضعف جمهوری اسلامی به طور تصاعدی داره بالا میره و قدرت مبارزه و متشکل مردم داره به طور تصاعدی بالا میره، این هست. ولی این فعالیت تصاعدی مردم یا این شرایطی که در جامعه هست خود به خود منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نمیشه. اینجوری نیست که مثلا همین اتفاقات همینجوری زیاد زیاد زیادتر میشه، یه روز مردم میگن آها اینقدر زیاد شد، ما الان انقلاب میکنیم. تمام فعالیت های امروز مردم بخشی از زندگیشونه، بخشی از بهتر شدن زندگیشونه، بخشی از مبارزه برای تغییر زندگیشونه. خب هرچی این مبارزات متشکل‌تر بشه و هرچی این قدرت مردم مثلا تشکل یابیشون سراسری‌تر بشه، اعتصاباتشون سراسری‌تر بشه، هرچقدر قدرت مردم بخش‌های مختلف جامعه با همدیگه متکی با همدیگه بشن و هرچه اون آمال و آرزوهای انسانیشون یکی‌تر بشه و خواستشون برای یک جامعه انسانی برجسته‌تر بشه، معلوم جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه و تو دل همین اتفاقات یک جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده و یک مردم متحدتر شده باعث میشه که بله ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم جمهوری اسلامی تو دل یکی از این اتفاقات نظیر آن چی که مثلا به طور مثال در سال 88 اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی اونقدر صفوفش متشتت باشه و مردم اونقدر صفوفشون قوی تر و همبسته تر باشه، رو خواسته های انسانیشون اونقدر متحد باشند که بتونه جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتری قرار بدن و
شکستش بدن و شکست جمهوری اسلامی و فروریزی نظام جمهوری اسلامی چیز بسیار واضحه و میتونه دیر یا زود، کوتاه مدت یا میان مدت اتفاق بیفته. ولی آنچه که مهمه متشکل شدن ما و اتکا به حزب سیاسی که مردم برای یک زندگی بهتر متشکل و سازماندهی میکنه و اون هم چیزی جز حزب کمونیست کارگری نیست. بله، تشکر میکنم از شما کیوان جاوید. با اینکه سوال و بحث در این مورد بسیار زیاده، اما با توجه به وقت کم برنامه‌مون بیش از این متاسفانه نمی‌رسیم که به این موضوع بپردازیم. امیدواریم در برنامه‌های بعد بتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. ممنونم از شما که مهمان برنامه ما بودید امروز. خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم. بله بینندگان عزیز، همینطور از شما تشکر میکنم که بار دیگر ما رو مشاهده کردید و بیننده ما بودید. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم همچنان بیننده و شنونده نگاه روز باشید. متشکرم.